عامل بعدی دوستای عزیز، عاملیه که باز هم رونه کاملا طبیعی. شما از قسمت که ما ایستادیم بریم پایین، 7-8 کیلومتر، 5 کیلومتر، 3 کیلومتر، 4 کیلومتر پایین، با ساختارهای مختلف سنگی مواجه میشه. یک طبقه سرخه، یک سیاهه، یک کم رنگه، یک شیب داره، یک یعنی تقریبا در ساختار زمین 4000 نوع مناره که اینها هر کدوم از اینا ترکیب میشه سنگار ایجاد میکنه. بنابراین ساختارهای سنگی در لابلای طبقات مختلف. در بعض طبقات ایت ساحاتی امنام ساحات کاربونیتی میگن CaO3 کلسیم کاربونیت. این نرسال که شیشته هم بیشتر با یقاموسی هم چون به صرفا تدریس میشه بیشتر روی بحث میشه. کلسیم کاربونیت در آب قابل منحل وقت آبهای زیرزمینی میاد در لابلای طبقات عبور میکنن، مواد کاربونیتی با خود خود منحل میکنه. وقت منحل میکنه توسط محلول آب اینا جریان پیدا میکنه، حرکت میکنن، خالیگاه ها ایجاد میشه. ببینیم خالیگاه ها ایجاد به مدت به مرور زمان این خالیگاه ها باعث میشه که طاقت سقف تاق بشه، دیگه مقاومت نکنه، یک دم یک نشست های عمودی صورت میگیره، باعث ایجاد تکان های منطقه‌ای یا خفیف میشه. یا در این صورت ببینیم که یک دم چاها گودال ها فرونشست ها صورت گرفته که میتونه با توجه به حجم لیچی ها باعث ایجاد ارتعاش و لرزش ها با اندازه های مختلف بشه. حالا